جدیدترین پلان کیارستمی از 8 سال دفاع مقدس مردم ایران. در این برداشت کیارستمی از دینش به رزمندگان میگه. کیارستمی با بیان توضیحاتی درباره سخنان پخش شده اش در زمینه دفاع مقدس گفت: همه ما نسبت به رزمندگان دین داریم و هیچ کس نمیتواند در این زمینه تردید کند. این کارگردان سینما در گفتگویی سخنانی را که چند روز پیش با صدا و تصویر وی از 23 پخش شد تکذیب کرده و گفته است: من چیزی که نفی رزمندگان باشد نگفتم و به همین علت دلیلی برای پوزش خواهی نمیبینم. حبیب احمدزاده فیلمنامه نویس و نویسنده کتاب‌های دفاع مقدس از کیارستمی پرسیده: اما شما به صراحت گفتید دفاع مقدس هیچ مفهومی نداشت. کیارستمی میگوید: منظور وی از بی‌مفهوم بودن دفاع مقدس این بوده که ایران به ناچار و به صورت تحمیلی درگیر جنگی شد که هیچ مفهومی نداشت. حبیب احمدزاده میپرسد: چرا نباید رشادت‌های رزمندگان را یادآوری کرد و چرا احساس می‌کنید از رزمندگان حرف زدن ریا محسوب می‌شود؟ کیارستمی پاسخ داده است: من در حال حاضر و در زمان صلح به هیچ عنوان دوست ندارم در مورد جنگ حرف بزنم. معاون سینمایی وزارت ارشاد هم که بعد از پخش سخنان کیارستمی در رسانه‌ها گفته بود کیارستمی به شدت عاشق دفاع مقدس است، در گفتگو با ما گفت: اخلاق دینی ما میگه که ضعف الاخی که علی احسنه. یعنی ما تا اونجایی که میتونیم با حسن نیت تفسیر کنیم باید با حسن نیت تفسیر بکنیم. توصیه آقای ایوبی را میپذیریم و با سخنان جدید و متفاوت آقای کیارستمی با حسن ظن برخورد میکنیم. آقای ایوبی در این مصاحبه البته یک نکته کاربردی گفته که بسیار مهم است. باور و اعتقاد قلبی هم بنده و هم تمام همکاران ماست که دفاع مقدس و مفاهیم مربوط به دفاع مقدس بالاترین ملاک و معیار ماست. پس هم قرب و بعد ما رو با همه اهالی فرهنگ و هنر و با همه همکارانمون دفاع مقدس تعیین میکنه. امیدواریم همینطور که آقای ایوبی گفت، اعتقاد و احترام به ارزش‌های دفاع مقدس شاخص دوری یا نزدیکی و حمایت یا عدم حمایت وزارت ارشاد از فعالان هنر هفتم باشه.